خوب هستین عزیزان؟ درسته پاستور عزیز نیست، اصلا پرستش های اون ما رو در ملکوت میبره، ولی این پرستش هم خوب بود. مهم اینه که او رو با قلبمون پرستش کنیم، در هر ضعفمون که بیشتر باشه پرستش هامون نزد خداوند غنی تره. باور میکنیم که امروز خدا حرفی داره که به شما بزنه؟ باور میکنیم؟ امیدوارم که با یه انتظار مقدس اینجا باشیم. خیلی زمانها ما نیاز داریم دائما چیزهای تازه بشنویم. من خودم خیلی دوست دارم چیزهای تازه بشنوم، ولی زمانهایی هست که باید در چیزهایی که شنیدیم، بارها شنیدیم، تازه بشیم. آمین. و من خودم شدید نیاز دارم به تازه شدن از طریق اون چیزهایی که شنیدم، از طریق اون چیزهایی که گفتم، دوباره خودم بشنوم و تازه بشم، چون ایمان دارم عزیزان و چشیدم که بیشتر از هر تعلیم، بیشتر از هر موعظه، بیشتر از هر انضباط روحانی، تبدیل زندگی من و تو، دگرگون شدن قلب‌های ما به دهان خداوند گره خورده. خود خداوند در اشعیا 45 فکر کنم آیه 13 است، میگه به ذات خودم قسم میخورم که آنچه که به عدالت از دهان من بیرون بیاد به یقین انجام خواهد شد. آنچه که از دهان خدا صادر میشه عزیزان به یقین انجام خواهد شد. باور میکنین؟ خدا به دهان خودش صحبت میکنه و به دستای خودش به عمل میاره. اوایل سال 1999 بود که در ایران در برهه‌ای از زمان که چندان کوتاه نبود سرزندگی روحانی خودم رو از دست داده بودم. به امورات روحانی به هر شکلش، هر مدلش یه جور دل سرد شده بودم. میتونم بگم بارها در این افت روحانی افتاده بودم، ولی با دعا، با نمیدونم روزه، با تفتیش قلبم دوباره خودم بالا میکشیدم، ولی این بار انگار فرق داشت. خیلی طول کشید و من از حول جونم که پایین تر نرم شدیداً دست به کار شدم، از این کتاب به اون کتاب. اون موقع کاست بود، می دویدم کتاب خونه، یک عالم کاست می گرفتم تا صبح گوش می کردم، ولی هیچ فایده ای نداشت. آخرین امید من سمیناری بود که در آلمان برگزار می شد، در شهر ماینز که در ایران اعلام کردن، و پیش خودم یادم اون لحظه گفتم باید برم اونجا، باید برم. احتمالاً یک نبی هست آن مشکلی که در منه در نور میاره که بالاخره راحت میشم. در اون سمینار رفتم، دعاها برای من شد، نبوت‌ها شد، ولی هیچ نتیجه ای نداد. وقتی که به ایران برگشتم میتونم بگم ایمانم در حال ته کشیدن بود. بعد از چند روز که همجور تشنه و گرسنه شنیدن صدای خدا بودم، از هیچ جام به من کمکی نمی رسید، در خواب صدای آشنایی رو شنیدم، در حالی که این صدا لبریز از مهربانی بود و منم خودم دنبال تسلی بودم، ولی در این حال این صدا پر از توبیخ بود. این صدا در این جمله خلاصه می شد: مرا که چشمه آب حیاتم ترک کردی و برای خودت حوضی کندی که آب تو خودش نگه نمیداره. دقیقا تنین این صدا در قلبم، در فضای جانم هنوز داره میاد. در این صدایی که شنیدم انقدر این پیام و این صدا تکان دهنده بود که از خواب پریدم و سریع دنبال آیه گشتم که اونو در این آیه رو در ارمیا باب 2 آیه 13 پیدا کردم. میگه زیرا قوم من دو کار بد کردن، مرا که چشمه آب حیاتم ترک کردن و برای خودشون حوض کندن، حوضچه هایی کندن، حوض هایی که آب رو در خودش نگه نمیداره. از همین صدا بود عزیزان که سفر روحانی من
از قلمرو اسارت، از قلمرو وابستگی، از سرزمین‌های بستگی به سمت آزادی شروع به حرکت کرد. تقریبا این پروسه آزادی نزدیک 2 سال، دقیقا یادم نمیاد، 1.5 سال 2 سال طول کشید تا خداوند منو آزاد کنه از اون چیزی که انگشت روش گذاشته بود. یادم یه روز صبح در رازگاه یک شادی عمیقی رو مدت ها بود حس میکردم، ولی این شادی هر روز عمیق‌تر میشد، این آزادی هر روز عمیق‌تر میشد. و نوبت مزمور 126 بود که وقتی که شروع کردم به خوندنم برام یه معنای کاملا عجیب و متفاوت و تازه‌ای داره که طی سالها هرگز اونو نفهمیده بودم. همش فکر میکردم این مزمور مال قوم اسرائیلی که در تبعید هستن، چون خداوند اسیران را باز آورد مثل خواب بینندگان شدیم، آنگاه دهان ما از خنده پر شد و زبان ما از ترنم، آنگاه در میان قوم ها گفتن خداوند برای ایشان کارهای عظیم کرده. بله خداوند، تو برای ما کارهای عظیم کردی که از آن شادمانی. هر بار که یک نفر از سرزمین اسارت و بستگی رهایی پیدا میکنه، قل و زنجیرها باز میشه، اون خوشی و شادی روح القدس که فیض خداست که هیچ وقت و هیچ چیزی نمیشه به دست آورد، اونو میتونی تجربه کنی. عزیزان، وقتی به دنیای معاصر نگاه میکنیم، حتی قبل از کرونا، خیلی ها میگن از موقعی که کرونا شد چقدر ریزش بود، نه، حتی قبل از کرونا انسان احساس یک نواختی و خستگی میکرد. من خیلی خوب یادمه، برای همین انسان دائما به خاطر این دلزدگی، به خاطر این خستگی دنبال تنوعه، دنبال تازگیه، نیست؟ به هر جوری میخواد فقط یه جوری خودشو از اون وضعیت دلزدگی بیرون بکشه. و ما مسیحیان هم اصلا بری از این مشکل نیستیم و نخواهیم بود. به قول کتاب جامعه میگه آنچه بوده است همان است که خواهد شد، آنچه شده است همان است که شده است. زیر این آسمان هیچ چیز تازه‌ای وجود نداره. عزیزان، چه حسی به دست میده، نیست؟ اینو سلیمان نوشته که با پوست و گوشت و استخونش در بهترین شرایط زندگیش که شادی نبود، موفقیت و پیروزی نبود که او رو احاطه نکرده باشه، فقط داره اینو میگه. و وقتی که این تشنگی ما برای تازگی برطرف نمیشه، شروع میکنیم به جستجو، نیست؟ که چیکار کنیم؟ چیکار کنیم؟ خود واقعیت جستجو اصلا بد نیست، اتفاقا خیلی خوبه، ما رو به جلو هل میده. ولی مشکل اصلی اینه عزیزان، اگه مواظب نباشیم این تشنگی رو در جای اشتباه و جدا از خدا رفعش میکنیم. به قول اگوستین قدیس میگه ما از خداییم تا در او قرار نگیریم، آروم و قرار پیدا نخواهیم کرد. کلن این ماهیت انسانه، انسان اینجوری خلق شده که خلا اذیتش میکنه. یک انسان یا باید از خدا پرشه یا از چیزای غیر از خدا، اصلا حد وسطی وجود نداره. یا آمین داره یا نه عزیزان؟ زمانی که ما ایمان میاریم عزیزان، یک لحظات بسیار تعیین کننده خداوند برای ما ایجاد میکنه. خدا یک دفعه ما رو با تجربه شیرین نجات، آزادی و رهایی پر میکنه. ولی از اونجایی که تجربه نجات روایت یک سفره که تا پایان عمر ما طول میکشه، بسیاری از ما با یک لمس سطحی بسنده میکنیم و تجربه پویا نداریم و تجربه مستمر نداریم. زندگی مسیحی زندگی روزانه است. چون تجربه مستمر و پویا نداریم، رفته رفته خالی و خالی تر میشیم و گاه هم و
عزیزان، با همین خالی بودن خود من تجربه کردم، به خدمات خودمون حتی ادامه میدیم. و انسانی که خالی از حیاته، برای اینکه این حفره رو پر کنه، گاهی برای خودش حوضچه موفقیت میکنه، گاهی چاه و آبانبار ثروت میکنه، نیست؟ برخی افرادی که تشنه و گرسنن، چاه روابط برای خودشون، عشق، محبت، مهمونی های پشت سر هم و ماحصل اینو عزیزان خیلی تو کلیسا دیدیم، ماحصل اون سرخوردگی، رنجش، خشم و جداییه. اگه فقط میخوایم خلأمونو با این پر کنیم، الان بیایم با یکی رابطه فقط داشته باشیم که یکم احساس خوبی بهمون دست بده. تو همین کلیسا بارها شنیدم، هر نسیم هر کاری از دستم بوده براش کردم، اصلا دوست داشتم باش رو دعوتش کردم، فلان کم با اینجوری کرد، اون رفت از این کلیسا، اون یکی اصلا سالهاست با هم قهرن. حتی از مشغول کردن خودمون به خدمت‌های گوناگون میتونه احتمالاً نشانه بارز پر کردن و خلأ درونیمون باشه. حتی گفته شده نیاز به پورنوگرافی، مشروبات الکلی، داروهای خلس آور نشانه یک تنهایی شدید عاطفی و تشنگی روحانیه. در یوحنا باب 6 آیه 35 عیسی خداوند می‌فرماید من نان حیات هستم، کسی که نزد من آید هرگز گرسنه نشود، هر که به من ایمان آورد هرگز تشنه نگردد. ما در جهانی زندگی می‌کنیم که به نوعی از یک زاویه اسمش عصر طلاییه، انگار بشریت در بهترین دوران خودشه، سیستم آموزشی قوی تا حالا اینقدر داشتیم عزیزان، خدمات بهداشتی مخصوصا اینجا داریم خوب تجربه میکنیم، تا حالا اینطور بوده؟ اینقدر راحت سرویس بهمون بدن از هر نظر؟ دولت‌های سرمایه‌داری که همینطور هر روز داره رو به افزایشه، تکنولوژی اینقدر پیشرفت کرده که سقف عمر انسانو از 75 سالگی به 90 سالگی رسونده، ولی در همین زمان‌ها عزیزان، در همین زمان‌ها دیدیم انسانی که فکر می‌کرد با هوشمندی خودش می‌تونه جوان‌تر باشه، زیباتر باشه، سالم‌تر بمونه، با یک ویروس ناشناخته با واقعیت مرگ روبرو شد، با واقعیت آسیب پذیری خودش روبرو شد، بعد جوری روبرو شد، نیست؟ مخصوصا اونایی که مثل من دو سه بار کرونا گرفتن. کرونا از یک جوری فریاد خدا در کائنات بود که یه انسان خاکی بازیست و بدان که من خدا هستم، من آب حیات هستم، من نان حیات هستم. ببین تمام امنیت‌های کاذبی که برای خود ساختی چطور به یک تب بند بود؟ به یک تب. ما از اولاب اومده بودیم انقدر پر از انرژی، وای مخصوصا از اولاب میام انگار واقعا احساس میکنم به جای 10 نفر میتونم خدمت کنم، همینجور که با سر و حالی داشتم کارا رو میکنم یهو اینجور ریختم. تمام این چیزهایی که اولا با نمیم کارهایی که خودتو میسازی به یک تب بنده. حتی 34-35 سال پیش این ضرب المثل کامل من تجربه کردم. چی میگه این ضرب المثل؟ ثروت به یک شب بنده، زیبایی به یک تب. آفرین. توی شب ساعت 12:30 وقتی سپاه با اون اسلحه ها 7-8-10 نفر ریختن تو خونه ما و اون صحنه ها رو من دیدم، در 2 نوبت تمام اموال ما رو مصادره کردن، وقتی که صبح خودم رو در آینه نگاه کردم در سن 28 سالگی واقعا دیدم ضرب المثل همیشه مادر بزرگم میگفت که زیبایی به یک شک
تب من نکردم، فقط شوک به وارد شد. و ثروت، وقتی اموال و خونه خالی شده رو دیدم، دیدم که ثروت به یک شب بنده. عزیزان، سوال اینه، سوال امروز اینه، آیا عیسی میتونه اشتیاقهای وافر ما رو برای موارد سیری ناپذیر، که برای مسکنایی که دائما بر میداریم که جوری تسکین پیدا کنیم، برای اون تملک، برای اون کنترل، برای اون فکرهایی که فکر میکنیم با این چیزهایی که میسازیم امنیت میتونیم برای خودمون درست کنیم، آیا عیسی میتونه اینا رو در زندگی ما در هم بشکنه و بالاخره در زندگی ما اول باشه؟ آیا عیسی میتونه؟ عیسی دو کلام متضاد داره که همزمان در یک باب به کار برده شده. باب 6 انجیل یوحنا، باب 6 آیه 21 و آیه 25. فکر کنم لوقا باب 6 باشه، آیه 21 و آیه 25. امیدوارم اشتباه نکنم. میگه خوشا به حال شما ای گرسنگان که امروز گرسنه این، زیرا سیر خواهین شد. تو آیه 21 و چند تا آیه بعدش میگه وای بر شما، وای بر شما سیر شدگان زیرا گرسنه خواهین شد. وای بر شما، وای بر شما که با هلهوله این دنیا خودتون رو سیر میکنی. وای بر شما که جان خودتون رو برای آنچه که سیر نمیکنه مصرف میکنی. و دعوت خدا برای این افراد 600 700 سال قبل از میلاد مسیح در اشعیا باب 55 آیه 2 که میگه ای جمعی تشنگان نزد آبها بیایید، ای همه شمایی که پول ندارید بیاین بی بها بخرین و بخورین. چرا پول خود رو برای آنچه که سیر نمیکنه میدین؟ چرا مهنت جان خود رو برای آنچه که صرف میکنین که ماندنی نیست؟ بیاین نزد من، گوش فرا بدین، از من بشنوین، از من بشنوین. خدا میخواد سخن بگه. حرف خدا یه آوای تو خالی نیست. از من بشنوین تا جانهای شما تازه بشه. عیسی داره اینجا، البته اشعیا نبوتی، داره از خوراک روحانی صحبت میکنه و که به طور رایگان میتونه روحهای ما رو تغذیه کنه. و در این آیه نه فقط جهان رو به سمت خودش دعوت میکنه، که تشنگی این جهان رو خودش، فقط خودش میگه میتونه برطرف کنه، بلکه عزیزان عیسی به دنبال کلیسای عزیز خودشه. آمین. نه فقط برای دنیا، بلکه برای کلیسای خودش فکر میکنه. همطور که در یک روز آفتابی و سوزان به دنبال زن سامری رفت، زنی که پر از حوضچه های ترک خورده و شکسته بود، عیسی نرفت رو شماتت کنه. عیسی رفت تا اون شکاف، اون خلایی که بین این زن و خودشه، با آب زنده، با چشمه آب حیات پر کنه. و عیسی پیغام خیلی عجیبی درباره چشمه آب حیات به این زن میده. به زبانی انگار میگه اگه از این آب بنوشی تا ابد، تا ابد از این وضعیت رقت‌آمیز که با صورت میخوری زمین، هی دوباره خودتو بلند میکنی، نجات پیدا میکنی. داستان زن سامری رو در کتاب یوحنا از آیه 1 تا 30 میتونیم بخونیم. در این زیغ وقت واقعا نمیتونم همه رو براتون بگم، فقط برای اینکه این فضای ذهنیتون یکم آماده بشه، باز بشه، با اشتیاق اینو بخونیم 30 تا آیه رو. بدون که زن سامری از یک نژاد مختلط بود که یهودیان از اونا متنفر بودن. دشمنی بین یهود و سامریان انقدر عظیم بود که یهودیان بر این عقیده بودن که سامریان اصلا حیات ابدی یخته، هرگز وارد حیات ابدی نمیشن. در واقع اصلا اونا رو شیطان تلقی میکردن. این وضعیت قومی بود که این زن توش زندگی میکرد. از طرفی حتی بین قوم خودش بدنام بود،
به خاطر اون روابط نامطلوبی که با چند مرد داشت احساس حقارت شدیدی میکرد. برای همین سر ظهر سر چاه میامد آب برمیداشت که کسی او رو نبینه. اما عزیزان، اما عاشق این اما هستم، عیسی همه موانع رو برای رساندن این چشمه آب حیات به این زن روی صلیب برای دوباره و دوباره میخکوب کرد. در آیه 13 ادعا میکنه که من آب حیاتم، من چشمه زندگی هستم، من همان مسیح موعود هستم که سالیان سال منتظرش هستین، من اون مسیحی هستم که هر نیاز انسان رو میتونه برطرف کنه. خود آیه اینطور میگه لیکن کسی که از آبی که من به او میدهم بنوشد ابداً تشنه نخواهد شد، بلکه آن آبی که به او میدهم از او در درون بطن او چشم آبی جاری میکنه که تا حیات جاوید ادامه داره. و این زن واقعا وقتی که همیشه سعی میکنم خودم جای قهرمانان داستان بذارم، گاهی خودم جای عیسی میذارم، وقتی خودم جای این زن میذارم، اینگاه هنوز گوشاش باز نشده و چشماش باز نشده بود و فکر میکرد که عیسی اگه این آبو به این بده که سر چاه میاد دیگه نیاز نیست با اون بدبختی هر روز بیا سر چاه هی مردمش انگشت چشمش کنن، نیست؟ در این جمله این زن سامری ناله است، یک دعای احساس میکنم انگار ناله روح القدسه، میگه ای آقا این آب را به من بده تا دیگه تشنه نگردم، که به اینجا به جهت آب کشیدن نیام. چقدر نمیدونم علاوه این کلمات این ناله این دعا رو میتونید حس کنین؟ ما سه تا ناله داریم در کتاب مقدس، در کتاب رومیان باب 8 یکی ناله خلقته، میگه تمامی خلقت در حال آه کشیدن ناله کردنه که کی آزاد میشه از این لعنتی که اومده. دوم اون ناله که یه ایماندار حقیقی برای رستگاری و رهایی نهاییش میکنه، ای خداوند کی تموم میشه، کی با تو یک میشم در اون اتحاد. سومین ناله، ناله روح القدسه، ناله عیسای شفیعه که از درون ایماندار به واسطه روح القدس میاد. وقتی من اینو هر بار میخونم احساس میکنم این ناله روح القدسه، ای آقا این آب رو به من بده که دیگه تشنه نشم. از یه زاویه دیگه نگاه میکنیم عزیزا، این به پیام از یه دید دیگه این نگاه میکنیم، الان متوجه میشیم که این زن به پیام انجیل علاقه من بود. چرا؟ چون فکر میکرد زندگی راحت تری خواهد داشت، مثل خیلی از ما. فکر میکرد عیسی مثل یک فروشنده متملقه که داره انجیل عیسی مسیح رو ارزون فروشی میکنه، در واقع مثل خیلی از مبشرین، بیا به عیسی ایمان بیار آرامش میده، همه چی به تو میده. از خبر خوش نجات ما رو از مشکلات دور نمیکنه، بلکه گاهن مشکلات هم بیشتر میشه، ولی به ما کمک میکنه و نوشیدن از این آب زنده با کمک روح القدس با دید درستی با مشکلات برخورد کنیم، مواجه بشیم. مشکلات ما رو خورد نمی کنه، نه زیر پاهامون قرار می گیره به جای اینکه روی سرمون قرار بگیره. و زن که طفلک واقعا هنوز انگار دوزاریش نیفتاده، چون یه مسیر رو باید طی می کرد، دوباره از مسیر خارج میشه و یک بحث الهیاتی مخصوص اون زمان رو پیش می کشه. پدران ما در این کوه پرستش میکردن، شما میگین یه کوهی هست در اورشلیم اونجا باید پرستش کنی، بالاخره من نفهمیدم اینجا باید پرستش کنم یا بیام اورشلیم. و خیلی قابل توجه عزیزان برخورد خدای محبت با این زن درب داغون، من مطمئنم عیسی عاشق اون بود ولی بیشتر از عشق میخواست با حقیقت با او برخورد کنه تا او آزاد بشه.
من فکر میکنم اگه ما بودیم با اون احساساتی بودنمون وقتی اینو میشنیدیم میگفتیم آخه عزیز جان واقعا حق داری، تو حق داری که ندونی تو کدوم کوه خدا رو پرستش کنی. اصلا مهم نیست، برو هر کوهی که دلت میخواد خدا رو پرستش کن، مهم قلب توه نیست. هر کوهی در ذهن به خدا میرسه، هر راهی به خدا میرسه، اینو میگفتیم نیست. ولی عیسی به او میگه ای زن مرا تصدیق کن که ساعتی میآید نه در این کوه نه در اون کوه پدر رو پرستش خواهیم کرد. زمانی میآید بلکه الان است که در آن پرستندگان حقیقی پدر رو در روح و راستی پرستش خواهند کرد، زیرا که پدر مثل این پرستندگان رو طالبه و هر کی که او رو پرستش میکنه ربطی به کوه و قبله و اینا نداره، باید خدا رو در روح و راستی پرستش کنه. ای زن مرا تصدیق کن، خودتو مشغول این کوه و اون کوه نکن، اینقدر از مسیر خارج نشو. خدا رو شکر به قول آلمانی این جمله رو بلدم، آسرده نکن عزیز جان. و حقیقت کلام عیسی عزیزان، حقیقت کلام عیسی که میگه اگه حقیقت رو بشناسی حقیقت تو رو آزاد میکنه، حقیقت کلام عیسی عزیزان چشیدیم بارها مثل موت زوراوره و یه موقع باید در پوسته سخت انسان ها این حقیقت برخورد کنه تا انقدر بعضی آسیب دیدن این پوسته سخته که باید عبور کنه. من احساس میکنم این کلام از اون لایه های پشت سر هم و رو هم این زن، زن ترد شده، زن داغون عبور کرد، اون هسته مرکزی جانش برخورد کرد. من احساس میکنم مثل یه لیزری با او، با اون انسان باطنی رو برخورد کرد و او رو پرتاب کرد، او رو جدا کرد، او رو برداشت از اون جهان کوچیک خودش، از اون آرزوهای تنگ نظرانه خودش، او رو انداخت وارد یک جهان بزرگتر کرد که همین جهان بزرگتر همین بود دیگه بود که او رو پر از پرستش در روح و راستی کرد در یک آن. عزیزان داستان آزادی و رهایی زن از اون حوضچه های شکسته به طرف چشمه آب حیات چقدر زیبا در آیه 29 28 و 29 به تصویر کشیده شده. میگه آنگاه زن، بازم فکر کنید صبور رو دوششه، فقط میخواد آب بگیره، فقط راحت شه تو کسی ندیدنش، صبور رو رها کرد، سبوی خود رو کوزه آب رو گذاشت. بازم اینو میخوندم یاد بارتیماوس کور افتادم، ردای کهنه خود رو رها کرد. دیگه براش مهم نبود، به شهری رفت، به شهری که شاید ازشون متنفر بود، مردمی که اون رو بارها سالها آزرده بودن. و اون مردم گفت، نمیدونم چشیدین وقتی انسان با خدا ملاقات میکنه، وقتی اون کلام با اون برخورد میکنه دیگه دشمنی وجود نداره، اصلا وارد یه بودی شده که از اون بالا همه چیزای دیگه نقطه است. اصلا رفت به سمت شب، بیاین ببینین ای مردم شهر که عیسی با من چیکار کرد. هر اون چی که اصلا کرده بودم او میدونست، همه چیزا رو به من گفت و میگه آیا این مسیح نیست که سالها منتظرش بودیم؟ و میگه مردم شهر به دنبال عیسی رفتن، نزد عیسی آمدن. این زن هزون با نوشیدن چشمه گوارای حضور عیسی نه تنها از سرزمین‌های ترس، شکستگی‌ها، ترس شدگی‌ها، ترس‌ها، حقارت‌ها آزاد شد، بلکه عزیزان بعضی موقع ما میگیم حضور خدا رو چشیدیم، ولی من فکر می‌کنم، نه مطمئنم که این زن سامری خودش حضور خدا شده بود، نیست؟ خودش حضور خدا شده بود
برای همین احتیاج نبود بره دست افراد رو بپیچون و فشارت بده. همین که صحبت کرد، افراد میگه افراد شهر نزد عیسی آمدن. بیایید ببینید، بیایید ببینید که او برای جان من چه کرده. من دیگه اون زن سامری نیستم، من دیگه اون زن سامری نیستم که پر از احساس تقصیر و محکومیت و تو پستو خودم رو قایم کنم. من دیگه اون زن سامری نیستم که در بند آرزوهای تنگ نظران و نقشه های انسانی خودم باشم. عزیزان، عروس مسیح، کلیسا در این زمانهای آخر باید در چنین پیروزی باشه، باید در چنین آزادی، شفا، شور و حرارت، سرسپردگی برای عیسی و آرزوی جان او که نجات گم شده هاست باشه. باور میکنین؟ قبول دارین؟ بازم الان یادم اومد تو همین یوحنا باب 4 آیه 4 یه عظمتی داره این آیه. میگه عیسی لازم دید که به سامره بره، لازم بود که به سامره بره. امروز آمین که عیسی لازم ببینه که از کنار ما عبور کنه، از این کلیسا عبور کنه. آمین. نمیدونم چقدر اشتیاق داریم. یکی از آیه های محبوب من که بازم خیلی به این داستان زن سامری میخوره و بارها خودم تجربه کردم، در اشعیا باب 30 آیه 22-26 میگه آنگاه که خداوند شکستگی قوم خیش را ببندد و جراحت هایی که خود وارد کرده شفا دهد. عزیزان گوشی هست که بشنوه داره روح به کلیسا چی میگه؟ جراحت هایی که خود وارد کرده شفا دهد. عزیزان سناریوی زندگی ما در دست خداست. هر تجربه، هر اتفاقی در پیشدانی خدا، در نقشه حکیمانه او هدفمند طراحی شده برای اینکه جان ما رو برگردونه. آمین. و به راه های عدالت دوباره تازه تر برگردونه. آنگاه که خداوند شکستگی قوم خیش را ببندد و جراحت هایی که خود وارد کرده شفا دهد. نور ما همچون نور خورشید خواهد بود و نور آفتاب 7 چندان مانند روشنایی 7 روز خواهد درخشید. از این متن داریم پیام میده، وقتی زمانی که خدا وارد میشه، حتی عوامل طبیعی مثل ما و خورشید قدرت افزونی پیدا میکنه. آمین. وقتی خدا وارد شکستگی های زندگی ما میشه، اراده ما مثل زن سامری دارای قدرت مافوق طبیعی میشه. محبت ما از جنس خدا میشه، ذهن ما از ذهن خدا نور میگیره و خود ما چند برابر میشیم. باور میکنین عزیزان؟ و تبدیل به چهره عهد جدید میشیم چون زن سامری. و امروز خدا مشتاقه عزیزان، اینو ایمان دارم، که قلب تو به سوی محبت بی پایان رو باز کنی و اجازه بدی اون نقاط تاریکی که سالهاست، شاید ما ایرانی‌ها خیلی خوب بلدیم که با سیلی صورت خودمون رو سرخ نگه داریم، اون نقاط تاریک، اون عواطف و احساسات آزاردهنده زندگی تو رو خداوند با آب حیات شفا بده و از تو زن و مردی بسازه که در هر ضعفی، در هر ضعفی 7 مرتبه قدرتمندتر برای کار خدا بیستی. بگذار خدا وارد بشه عزیزان به سرزمین شکسته جان تو. به خصوص خیلی تو قلبمه که آمین که بخواین خودتون از خدا و روح القدس مداخله کنه. ناله روح القدس مثل دعایی از شما مثل زن سامری بیرون بیاد از زبانتون. ای عیسی این آب زنده رو به من بده تا دیگه تشنه نگردم، تا دیگه
دنبال چاهای ترک خورده این دنیا نشم. خداوند امروز خوشنوده که از کلیسای آلفا و اومگا عبور کنه. الان حضورش اینجاست. نمیدونم حس میکنی حضور غنی او رو، حضور قوی او رو، یا هنوز توی بستگی های خودمون یه موقع انقدر افکار ما تاریک و بسته است که انگار هیچ کلامی وارد نمیشه، ولی آمین که خداوند مداخله کنه. میخوایم دعا کنیم عزیزان، اگه دلتون بخواد میتونیم بیستیم. اگه خداوند با قلبتون حرف زده، کسایی دلشون میخواد جلو بیان، قدم ایمان بردارن، هم خادمینی هستن هم خود من هستیم که دعا کنیم، میتونین جلو بیان، میتونین همون جایی که استادین بیستین. فقط چشمای خودمونو ببندیم عزیزان، لحظاتی سکوت کنیم، اجازه بدیم روح القدس این ناله رو در ما بیدار کنه. عزیزان این ناله عیسی شفیه که از زبان ما مثل یک دعا میخواد در حضور خدا جاری بشه. نمیدونم چقدر تشنه ای، شاید بگی اصلا این پیام با من جور نبود، من انقدر پرم انقدر، ولی خدا میخواد حتی اگه پر بشی، پر هستی، لبریزترت کنه تا از تو به شکستگان، به ناامیدان، به اونایی که پر از احساس حقارت و ترسن، به اونا این آب حیات رو منتقل کنی. به چند لحظه چشمای خودمونو میبندیم و اجازه بدیم ای پدر ذهنای ما رو در دستت بگی، اجازه نده که خداوند پراکنده باشه. کمک کنه این روح القدس که تک تک ما در حضور تو خودمونو ببینیم، دقیقا مثل اون زن سامری، چون تو خودت ضروری دیدی، چون تو خودت گفتی که میخوای از اونجا عبور کنی، خودت گفتی خداوند، حتی خودت گفتی در کلامت خداوند. و خواهرمون فاطمه اینجا اعلام کرد که به تلهای خشک آب میریزی، نهرهای آب حیات رو بر اون جاهایی که برهوته، بر اون جایی که خستگیه، دلزدگیه، تو میریزی. ای خدا و ای قوت ما، خداوند دست خط تو رو جلوی تو بلند میکنی. وعده عالی که به دهان خودت دادی در اشعیا 43 آیه 18 که میگی اینک من کار نوعی میخوام انجام بدم، چیزهای گذشته رو فکر نکنی، به امور قدیم تفکر نکنین، اینک من میخوام یه چیز تازهی پدید بیارم. آیا اونو نمیبینی؟ خداوند چشمای دل ما رو مثل اون بارتوماموس که کور بود فقط باز شد و تو رو دید و کارهای تازه تو رو دید، خداوند باز کن که حتی تصویر ببینیم برای کارهای تازه که تو میخوای بکنی. در همین اشعیا تو خودت گفتی که در بیابان زندگی تو آب جاری میکنم، در برهوتهای زندگی تو رودها، نهرها جاری میکنم، تو قوم عزیز من، قوم محبوب من، کلیسای عزیز من که صنعت دست منه، که به دستای من سرشته شده، اینقدر پرشن که پرستشی در روح و راستی مثل زن سامری بکنم. خداوند دعا میکنم که در نام عیسی مسیح این آب حیات و این آب گوارا رو خداوند در بطنهای ما جاری کنی. قبل از این خداوند تو اشتیاق به ما بدی که بطلبیم، که دریافت کنیم خداوند این آب حیاتو، تا تو رو مشتاقانه تر، عاشقانه تر، شادمانه تر خداوند خدمت کنیم، تا مثل زن سامری به دنیا بگیم بیا ببین
عیسی این مسیح موعود برای جان من چه کرده. بیاین ببینیم، بیاین ببینیم. ای خداوند، بیای روح القدس و حسب سخنی که گفتی ما رو بنوشان خداوند، ما رو بنوشان از چشمه آب حیات. نوبت توست ای روح القدس، کلام تو جاری شده و من ایمان دارم همطور که شنیدیم تشنگان آب رو جستجو خواهند کرد و خواهند یافت. خداوند دعا میکنم که در این هفته خداوند این پیام از گوشهای جان ما دور نشه و در اون رازگاه، در اون خلوتگاه دائما تو رو بطلبیم. تو این اشتیاق و تشنگی و سرزندگی رو به ما بده، حداقل برای طلبیدن این آب حیات. در نام عیسی مسیح خداوند، آمین. حالا این سرود رو میذاریم که در آخر